دیدار عمومی آیت الله علی خامنه‌ای با دانشجویان. دانشجویی از او درباره تکلیف استکبار ستیزی بعد از توافق احتمالی ایران با آمریکا و قطر پرسید و رهبر خواستار آمادگی دانشجویان شد. خب مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیره؟ مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. جزء کارهای ماست، جزء کارهای اساسی است، جزء مبانی انقلاب. در مورد مصادیق استکبار، آمریکا اتم مصادیق استکباره. این روزها که مذاکرات نفسگیر و فشرده‌ای بین ایران و آمریکا در حال برگزاری است و هر اظهار نظر مقام‌های تهران زیر ضربین رسانه‌های بین‌المللی است، برخی منتقدان مذاکره با ایران با اشاره به گفته‌های آقای خامنه‌ای آن را دلیل مخالفتشان برای ادامه مذاکره با ایران عنوان می‌کنند. آرمان‌ها را فراموش کنه. حالا شما نگاه کنید ببینید. این اظهار نظر آقای خامنه‌ای با اظهار نظری درباره از سرگیری رابطه ایران و آمریکا همزمان شده. سه روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شده و حتی احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در تهران وجود دارد. باید بپذیریم که مواجهه با آن هم نیازمند همکاری جهانی است. با اینکه دولت حسن روحانی در 2 سال گذشته سعی در توافق هسته‌ای و کاهش تنش در سیاست خارجی ایران داشته، اما آیت الله خامنه‌ای و طیف نزدیک به او بارها نسبت به آنچه یک توافق بدنامیدند هشدار دادند. حالا هرچه باشد، در وین مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 ادامه دارد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همین شب گذشته بعد از جلسه با وزیر انرژی آمریکا از توافقات به دست آمده راضی است و گفته از این بهتر نمی‌شد. و عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران، که از روند مذاکرات رضایت دارد و گفته به روز آخر رسیده ایم. گویا در تهران نیز عده‌ای آماده هستند. سخنگوی پلیس ایران گفته پلیس در جشن هسته‌ای کنار مردم است. این را درباره احتمال جشن و شادمانی مردم بعد از توافق احتمالی نهایی گفته است. مشابه خوشحالی مردم در فروردین ماه بعد از بیانیه توافق لوزان. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.